گوین ویلیامسون وزیر دفاع برتانیا و اسکای نیوز در کابل گفت که تهدید واقعی از جانب این گروه ها بر کشورش وجود دارد. آقای ویلیامسون این اظهارات را در هفته ای که نیروهای اضافی برتانیا به کابل رسید ابراز داشت. می‌بینیم که گروه های دهشت افغان که اینجا در افغانستان عملیات انجام می‌دهند، شواهد ارتباط میان آنها با گروه ها نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام قاره اروپا وجود دارد. آنچه ما می‌بینیم تهدید واقعی آن گروه ها برای بریتانیا می‌باشد. تریسا می صدر اعظم برتانیا در ماه جولای اعلام کرده بود که 440 سرباز دیگر آن کشور برای مأموریت حمایت قاطع ناتو به افغانستان فرستاده خواهد شد. نیروهای ناتو مأموریت خود در افغانستان را در سال 2014 به پایان رساند، اما حدود 16,000 سرباز ایالات متحده و سربازان دیگر ناتو در آنجا باقی ماند تا نیروهای افغان را آموزش و حمایت کنند و مأموریت‌های مبارزه با دهشت افغانی را انجام دهند. ما جنگ خسته شده ایم. ما جنگ نمی خواهیم. می خواهیم در یک جای امن زیست کنیم و آزاد باشیم. این در حال است که مأموریت نظامی جان نیکلسون، قماندان ارشد امریکایی در افغانستان، به روز یکشنبه به پایان رسید و جنرال سکات میلر وظیفه اش را من حیث قماندان ارشد مأموریت حمایت قاطع در افغانستان آغاز کرد. آقای نیکلسون برای مدت بیش از 2 سال این وظیفه را به عهده داشت. وی در آخرین بیانیه‌اش بار دیگر طالبان را ترغیب به صلح کرد. من به طالبان میگویم شما ضرورت به ادامه کشتن افغانهای خود را ندارید. نیازی نیست که شما به کشتن مسلمانان خود ادامه بدهید. زمان صلح است. تمام جهان شما را برای قبولی صلح، آتش بس و حضور در مذاکرات صلح ترغیب میکند. انتقال مسئولیت به سکات میلر در حال صورت می‌گیرد که نیروهای افغان با مهار کردن شورشیان طالبان و گروه‌های قدرتمند وابسته به داعش می‌کوشند. جان درک می کند که افغانستان نمی تواند پایگاه مسئول دهشت افغانان باشد. جان درک می کند که ما نمی توانیم ناکام شویم. می دانیم جنگ طولانی برای ما و مردم افغانستان بوده است. دلیل این را که چرا می جنگیم می دانم و این که چرا ما اینجا هستیم. می دانم دهشت افغانان در صدد ایجاد پایگاه مسئول برای قتل، حمله بر بیگناهان و تهدید شیوه زندگی هر کس می باشد. من آماده همکاری و آگاهی‌دهی با شرکای افغانی هم هستم. آقای میلر همچنان گفت که برای موفقیت در افغانستان نیاز است تا بر گروه های تروریستی فشارهای نظامی وارد شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.